بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کنم دانش آموز عزیزم. بریم با هم یه تورق سری داشته باشیم از گفتاری که فصل 9 بحث تنظیم کننده های رشد در گیاهان. مباحث ابتدایی رو بچه‌ها فقط براتون توضیح میدم، ولی دیگه وقتی وارد بحث تنظیم کننده ها به هر کدومشون شدیم، متخانیش هم براتون میکنم که قشنگ متخانیش خوب گوش کنید. کدهاشو با هم مرور میکنیم که تو ذهنتون بمونه. ابتدای کار داستان نورگرایی رو داره بهت میگه که این به سمت نور خم میشه. آقا چی میشه که خم میشه؟ داستان بنده خود داروین و فرانسیس پسرش رو میگه، بعد در ادامه تحقیق آقای ونت و اینا رو بهتون میگه که براتون مفصل توضیح دادم. فقط یه مرور کلی بکنم. آقا اینا دیدن نور وقتی همه جانبه است که هیچ، ببین نور همه جانبه است، واسه خم شدگی نداریم، نورگرایی نداریم. ولی آقا تولید اون عامله که حالا دیگه الان اسمش رو میدونیم اکسینه، ولی اون بنده خدا اسمش آقای ونت و اینا گذاشتن دیگه، داروین نذاشت. اینا حواستون باشه اون اکسینه های نور همه جانبه باشه تولید می شود، بله، اما آقا چرا پس خم نمی شود؟ داستان به خاطر اینه، زمانی که نور همه جانبه است دیگر سمت تاریک یا سایه‌ای نداری، برای همین اینجا که این بره یه جا تجمع بکنند و رشد طولی بیشتر باشد نسبت به سمت روبه نور، دیگه این داستان ها نیست. اما نور یک جان، پس یادتون باشه بچه‌ها، نور همه جانبه باشه دیگه این واژه ها رو نداری، نورگرایی رو نداری، خم شدن رو نداری، تجمع اکسین در قسمت دور از نور و اینا رو نداری. اما نور یک جانبه باشه، آقا من بیا، من ساقه، بیا نور از این سمت بزنه به من، نور یه جانبه، همه جانبه نیست که، نور یه جانبه است، چی میشه که این به سمت نور خم میشه؟ تولید اکسین، گفتم چه بچه، این فرق نمیکنه، نور همه جانبه باشه یک جانبه باشه، تولید اکسین که داره اکسین تولید میشه. اما وقتی نور یک جانبه است، اکسینا فرار، فرض کن اصلا بعدشون میاد از نور، تجمع بیشتر میره به سمت دور از نور، به سمت اون سایه. حال آقا تجمع بکنم میگه چه اتفاقی میفته؟ داستان اینه بچه، اکسین در سلول های ساقه چی کار میکنه؟ باعث با تحریک رشد، باعث افزایش رشد طولیشون میشه. حالا نکته مهمش هم اینه بچه، زمانی که نورم یک جانبه است، این سمت رو به نور هست، اینها هم افزایش رشد طولی رو دارن ها. اینو بارها هم تو کلیپا بهتون گفته بودم. اما در سمت دور از نور بیشتره، یعنی ببین اون رشد طولیه بیشتره نسبت، و اینه اینا هم دارن، اونا بیشتره. حالا زمانی که اونا بیشتر رشد طولی پیدا میکنن، بهتون گفتم چیکار میکنن، انگار یه خودشونو میندازن رو کول اینا، چون گنده شدن دیگه، خودشونو میندازن، این بنده خدا خم میشه. این داستان بود که اصلا سوال شد برای داروین دیگه، بنده خدا اومد گفت این نور اینوری میکنه چه، این خم میشن، داستان میشه که با پسرش ادامه میده، تحقیقش هم پایین میبینه. ساده هم بود اینا، معمولا هم بچه خیلی دستا رو اینا ور نمیره، این مراحلش هم میبینه، ولی تو کامل بلد باشه مراحلش رو بهتون توضیح دادم خدمت شما هر سوال. اینجا آقای ونت بنده خدا ادامه داد تحقیقاتش رو، اینجا سر نکن نور همه جانبه رو اینجا زد، تولید شد و این سرش رو برید گذاشت رو آگار، آگار دیگه حالا این مادهه که اسمش خود ونت گذاشت اکسین دیگه، اومد تو آگار، آگار رو برداشت، یه ساقه که نوکش رو زده بود گذاشت اینجا، از اینکه اینجا این بحث اون ماده هست، بحث این اکسین هست که اومد اینجا و دید وقتی تجمع پیدا کرد اینجا، اصلا اینجا نوری نزدی، ولی وقتی اینجا تجمع پیدا کرد باز این بنده خدا خم شد، چون همین داستان شد دیگه، رشد طولیه، ولی طولی بیشتر شد دیگه، خوشون انداخ رو بنده خدا جلوی این داشت خم شد. بعد سوال شد براش، گفت نکنه وقتی آگاره بود و آگاره خالی بدون این داستان رو، خود معمولیه رو گذاشت اینجا، بعد این اصلا خم نشد، فهمید خدا اون ماده تویی است که حالا اسمش رو گذاشت اکسین. وقتی که گذاشت بچ خانواده‌هاشون پیدا کرد، برای همین اکسین ها، سیتوکینین ها، جیبلین ها، اینا خانوادگی هن، ولی اتیلن، آبسیزی اسید، بهتون گفتم چون اینا فرد هن، ببین فرد منظورم اینه که منفردن، ولی اونا ها دارن، جمع هن. علی حال اینجا هم که بچه اینا بهتون میگه رشد طولی یاختار در سمت سایه بیشتر از یاختار است که در سمت روبه نورن، بیشتره، و اینا این نیست که بچه روبه نور اصلا نداشته باشه، اینا حواست باشه. نورگر به این داستان هم میگیم نورگرایی دیگه، که اینجا میبینید کاملا نکن نور همه جانبه باشه، بچه داری باز تولید اکسینر داری، ولی اینکه تجمعی داشته باشن چنین چیزی نیست. اما نور وقتی یک جانبه است تجمع میکند به سمت اون سمتی که دور از نور است، میره اون سمت، بچه رشد طولیه. این یا صحبتون هم کیه؟ داریم با ساقه صحبت میکنیم، برای همون اکسین رو بچه بهتون گفتم، بله برای رشد ساقه میگیم با تحریک رشد طولی رشد میده، داستان تقسیمش کاری نداره. من جلوتر الان بهت میگم ریشه زایی که روزه میخونه بچه یادتون باشه، تو بحث تقسیم هم اکسین دستی دارد، اما نه در ساقه، برای داستان ریشه. آقا اون داستانش بی جلوت بیاد بگم اشکالی نداره که تنظیم کننده فلان که بهتون گفتم بچه بهتر که این اسم دید سنجش هم چون استاندارد تر هم هستن بیشتر از این واژه استفاده میکنه. آره اینم میگن هورمونای گیاهی، ولی درست ترش اینه، علمی ترش اینه که میبینید تنظیم کننده آقا
دو دسته. اشکالی که نداره. دو دسته. محرک و اینور بازدارنده رشد. محرک رشد که اسمش روشه. تحریک میکنه که رشد کنه. اما آقا کسی که محرک رشده پس یعنی همیشه و همواره محرک است برای رشد؟ نه. گاهی میتونه بازدارنده هم باشه. بر اساس اون محل هدف. آقا مثل کی؟ ببین تو این خانواده محرک رشد بهتون دارم میگم بچه هم برای بازدارنده و هم برای محرک های بیشترن. اما تو منتبه این میخوای کنکور بدی. برای تو میگم محرک های رشد سه تا کاندید داریم. این بر کی؟ سری با من یه بار مرور بکن. اکسین ها، جیبرلین ها، سیتوکینین ها. یه بار دیگه با هم بگیم. اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها. این سه بزرگه. برای بازدارنده ها اتیلن ابسیسیاسی اینجا بهت میگه گفتار بعدی هم سالیسیلیکلاسیدو میگه. دانش این سه تا رو توی خانواده خود داشته باش. حالا اینو میخوام بهت بگم. وقتی میگه هورمون محرک رشد از این سه تا کاندید بیاد تو ذهنت، وقتی میگه بازدارنده از این بیاد تو ذهن. ولی این نکته بچه هر کم که محرک رشد الان داشتم اینو بهت میگفتم. الزامی که همیشه تحریک کند رشد و افزایش بدهد رشد رو. یه تست هم داشتیم با همین موضوع. که بهتون گفتم بچه مثلا بر اساس محل هدف باید نگاه کن. اکسین بله محرک رشده. اما تو جوانه جانبی یقش میکنه. ممانعت میکنه از رشدش. ببین اینجا برای همین دیگه محلش هم محل هدفش. محرک های رشد اینجا هم بهتون میگه بر اساس محل اثر اینها ممکن است نقش بازدارندگی پیدا کنه. کتابت میگه. اما دیگه از اینجا به بعد شما بچه هر کدوم از این تنظیم کنندا رو میگی میخوام متخونشو برات بکنم. پس خوب گوش کن. وقتی خوب گوش کنی انگار که یه دور دیگه داره کتاب صوتی گوش میکنه دیگه. برام خوب گوش کن. اکسین ها. اکسین با افزایش رشد طولی یاخت ها سبب افزایش طول ساقه میشه. تو روزه ساقه بله اونجا رشد طولی داریم باعث ببین تحریک میکنه رشد تو روزه ساقه. اکسین ریشه زایی هم تحریک میکنه. آها اینجا ببین اون داستان برای ساقه بهتون گفتم بله اونجا رشده اما اینجا دیگه ریشه زاییست میخوان بزاد. ببین میخوان ریشه ایجاد بشه. ایجاد میخواد بشه پس اینجا تکثیر یافته. پس ببین دیگه اینجا وقتی ریشه زایی تحریک میکنه در چه اینجا تقسیم این یافته هم تحریک میکنه که بیش تکثیر بشن. ببین اینجا داره بهت نشون میده دیگه میگه بدون اکسین ببین دایورت ریشش کم اکسینش انقدر ولی اینجا ببینید منشعب انشعاباتش بیشتره. ببین بزرگ اصلا آقا اصلا ریشش خیلی طولانی بلندتره. ببینی پس تکثیر کرده. اینجوری نیست که مثلا یه دونه از بنداق خود اون کش اومده. نه دیگه تکثیر شد. پس خیلی مهمه برای ساقه رشد طولی نه یا تقسیم بچسبونه. تو ریشه زایی میتونی تقسیم ببین تحریک تقسیم برای ریشه زایی میتونه بگه. بنابراین برای تکثیر رویشی واسطه قلمه کد مهم میشه. اکسین ها برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها این هم خیلی کد میخورد و یه دونه کد انعطاف‌پذیری دیواره یاخته این هم خیلی استفاده میشه. اینا برای اکسین بیام پایین. بعد از کسب ساختار شیمیایی اکسین این ترکیب به طور مسئولی هم ساخته شده و جوشو برای شناسایان انگار محققان دریافتن که بعضی از این خب مثلا چیزتر بخونم که شما قشنگ متوجه شمش. آخه چیزی نداره. بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین ها این ترکیب به طور مصنوعی ساخته و پژوهش‌های برای شناسایی اثر آنها بر گیاهان انجام شده. محققان دریافتند که بعضی از این ترکیبات گیاهان دولپه‌ای از بین می‌بره. بنابراین آنها برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو که این گیاهان خودرو بچه چی هم دولپه‌ای هم. در مزارع مانند مزرعه گندم که خودش تک دولپه‌ای درنش خودش داغون نمیشه دیگه دولپه‌ای رو بنده خدا می‌ریزه. اونم تازه بعضی از این ترکیبات نه همش. عامل لارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود چنین اثری داشت. ایالات متحده آمریکا در جنگ با ویتنام به مدت 10 سال نامردن دیگه 10 سال عامل لارنجی رو به کار برد. در نتیجه بخش از جنگل های ویتنام که مخفیگاه مبارزان بود و نیز زمین های کشاورزی اونها از بین رفت که نتیجه آن اتمام جنگ به نفع آمریکایی بود. تولید عامل لارنجی با اتمام ببین این روزه ها تو تستاتون نمیاد که ولی اون میاد. بعضی از این ترکیب ببین اینا رو میتونه استفاده کنه. از دو لپه‌ای رو می‌زدن ولی تک لپه‌ای رو کاری نداشت فلان. بعد تک لپه‌ای و دو لپه‌ای نمی‌تونه باشون بازی بکنه، ترکیب بکنه و دهم. علایه حال، تولید عامل لارنجی اینجا چند دهه طول کشید تا جنگل احیاشان سرطان تولد اون ولشون دیگه چیز خاصی نداره. بریم سراغ سیتوکینین ها. پس اکسین برای خود جنبندی یه جنبندی بکنم برای اکسین. اکسین یادتمون تو ساقه رشد طولی میگیم، رشد میگیم. اما ریشه زایی هم داره. ریشه زایی پس می‌تونه تحریک تقسیم بکنه که تکثیر بشه. داستان قلمه و طراح صحبت که تو صحبتش قلمه هورمونی که فلان قلمه اکسینو داره میگه. برای تشکیل میوه بدون دانه فاقده از نوع فاقده یعنی اصلا لقاحی انجام برای همین گوه اگه هورمون گیاهی که ممانعت میکنه از لقاح تخم و اسپرم ممانعت میکنه از تشکیل رویا این میتونه باشه. جیبلیل هم جلوتر هستا ولی اکسین هم میتونه باشه. درشت کردن میوه اینم کد برای اکسینه که البته این هم دوباره برای جیبلیل هم هست ولی خود داریم اکسین جنبندی میکنیم. و انعطاف‌پذیری دیواره یاخته این یاخته گیاهی اینم میتونه
استفاده بکنه. اما سیتوکینین ها، هورمون جوانی، سیتوکینین ها با تحریک تقسیم یاخته، تقسیم اینترفاز رو کوتاه بکنه از این واژه، بدنش ایجاد یاخته جدید، پیر شدن اندام هوایی رو به تخ خود اینم دوباره کد پیر شدن اندام به تخریب میزنه. به همین علت با افشانی کردن سیتوکینین روی برگ و گلان ها تازه نگاهش میدارن. سیتوکینین هورمون ساقزایی، یک سومین کدش، به کارگیری هورمون در کشتباف سبب ایجاد ساقه از یاخته تمایز نیافته میشه. چرا میگه آقا تمایز نیافته؟ بخاطر اینکه توده کاله، کال تمایز نیافته است. اما دیگه این ساقه که ایجاد میشه تمایز یافته است، یاد باشه. پس هایتون مون تحریک تقسیمه، یعنی مون این تقسیمه، این چرخه طول انتفاض کوتاه از این واژه میتونه بگه پیر شدن رو ممانعت میکنه و تاخیر میندازه، اینو میتونه بهت بگه. و این داستان که ساق زاییه. بریم پایین تر، شاخ و برگ های بیشتر بر هم کنش دو تنظیم. اگر بخواید گیاهی پر شاخ و برگ تر بکنید چه کار میکنید؟ احتمالا سر شاخه ها رو که محل جوان انتهایی قطع میکنید، همونطور که در شکل 6 میبینید با قطع جوان رأسی، جوان انتهایی، جوانه های جانبی رشد و شاخ و برگ های جدید ایجاد میکنن. به اثر بازدارندگی جوانه رأسی بر رشد جوانه جانبی چیرگی رأسی میگن. چیره است این رأس، جوانه رأسی چیره است، مسلط انگار دارش زور میگه انگار. با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانه جانبی افزای. چرا؟ چون بچه بهتون گفتم یکی از محل تولید جوانه این سیتوکینین در جوانه جانبی است. با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانه جانبی افزایش و مقدار اکسینش کاهش پیدا میکنه. آقا تو جوانه جانبی اکسین چیکار میکنه؟ جوانه رأسی تولیدش میکنه، پاشودم اومده. حالا که میای قطعش میکنی، اکسین که تولید میکنه میفرسته اینور، قطع کردی محل منواردی، درجه کمتر میشه، برای این میچربه. ببین و زمان الان شکل جلو هم بهتون میگم، زمانی که این اکسین بچربه، این سیتوکینین بچربه بر اکسین، اینجا میشه ساقزه. اکسین بچربه بر سیتوکینین میشه ریشه‌زایی، جفت بالا هم ریشه‌زایی هم ساقزه. ولی چون باز زور با اکسین هست دیگه، نیش ریشه‌زایی بیشتر هست، جفت پایین، اختلال در جفتش میشه. من چهار حال داشتم تو کلیپا براتون پایتخت گفتم. درش جوانه جانبی رشد میکنه. اگر بعد از قطع جوانه رأسی در محل رشد اکسین هم بذاری، جوانه جانبی باز رشد نمیکنه. چون باز میشه میاد دیگه. چون ما با خود جوانه رأسی که مشکل نداری، با تولید این اکسینه مشکل داریم. تو جوانه اصلا قطعش کردی جوانه رأسی تو، ولی باز گذاشتی اکسین، باز میشه میاد. چون باز زور بگه دیگه. این آزمایش نشان میداد که اکسین از جوانه رأسی به جوانه جانبی میرود. این بود که تو کارگاه میگفتم آقا تو متن کتاب به من نگفتی جوانه جانبی که مثلا اکسین تولید نمیکنه. گفتم اینها استدلال کن. میگه این آزمایش نشون میده که اکسین جوانه رأسی جوانه جانبی میاد، جوانه جانبی تولیدش نمیکنه، که اون داره تولید میکنه، که دیوونه نیست که بلند شه اگه اینجا تولید بشه و مانع از رشد اونها میشه. تو این شکل هم داره بهتون نشون میده که با هم تحلیلش هم کردیم. حالا کاملا مشخصه که جوانه رأسی هست، ممانعت داره میکنه، این میزنه قطع میکنه رأس. میبینی قطع کرد، این رشد کردن جوانه جانبی پر شاخ و برگ افتاد. ببین بعد قطعش کرد ولی اکسین رو گذاشت، باز نیاکو اومد نیاکو این ممانعت کرد از رشد کردن. یعنی مشکل این اکسین است. بریم ادامه بدیم. اون پایینش هم براتون آره دیگه. بریم اینجا که بهتون گفتم دیگه چهار حالتش رو بچه‌ها نکن. اینجا شما کاملا می‌بینید دیگه، زمانی که اکسین میچربه، اکسین زیاد، سیتوکینین کم، ریشه زایی داریم، از این شکل هم استفاده کرده بود گزینه دو آزمون جامش. و وقتی که اینجا سیتوکینینت میچربه، ساق زایی داریم، جفت بالا، جفتش هست ولی باز اولویت با ریشه زایی، وقتی جفتشون بالا اولویت با ریشه زایی، ولی جفتشون انجام میشه، هم ساق زایی هم ریشه زایی، جفتشون با اختلال در جفتش میشه. بریم سراغ جیبلین ها. جیبلین ها تلاش برای رفع مشکل. کشف جیبلین ها حاصل تلاش دانشمندان ژاپنی در بررسی نوع بیماری قارچی بود که دانروس های برنج با اون مبتلا می شدن. آلودگی دانروس ها به قارچ جیبلا سبب می شد تا به سرعت رشد کنند، چون از خانواده محرک رشد دیگه. این دانروس ها باریک و دراز بودن و بافت استکامی کافی نداشت. بافت استکامی گفتن دیگه، بافت اسکلونشی می داره بتونه. در نتیجه خم می شدن و روی زمین می افتادن. مسلماً چنین بیماری سبب کاهش محصول برنج و در نتیجه زیان های فراوان می شد. دانشمندان با استخراج و شناسایی ترکیب داده به دست بودن قارچ جیبلا، تمارستان جیبلی برای اسمشون گوشن جیبلی، شناسایی معرفی کردن. پس از اون مشخص شد جیبلا در گیانیز تولید می شوند. بلغه اینا رو اینجاست، اما خودش هم خود تولید می کنه و رشد فعالیت آنها رو کنترل می کنه. این تنظیم کننده رشد در افزایش طول ساقه از طریق داستان ساقه، هم از طریق تحریک رشد طولی مثل کی؟ مثل اکسینه. و هم تقسیم مثل کی؟ مثل سیتوکین. ببین جفتشو انجام تو رشد میوه، رویش دانه هم نقشه. رویش دانه برخلاف آبزیزیک اسید، آبزیزیک اسید میگه بخواب بخواب خفته باش، خفت بخفت. ببین ولی این از اون ور رشد میوه تو داستان میوه هم هست. چجوری؟ آقا هورمون گیاهی که برای تولید میوه بدون بعد درست کردن میوه، این کارش مشابه با کی؟ مثل کی؟ مثل اکسی. اینجا تو این با هم همکاری میکنه. جیبلین هم خیلی بچه تنظیم کننده پرتستیه، خیلی خوبه دیگه. میبینی همه کاری میکنه مخال. ببین با آبزیزیک اسید میتونی درش بندازی، همکاری داره مثل تو اون داستان، تو این کارا همکاری داره با اکسین تو بحث میوه بدون بعد درست کردن میوه.
تو داستان تقسیم میتونی با سیتوکینین بچسبونیش، حتی با ساقه، ولی تو ساقه گفتم برای اوکسین نمیتونی بچسبونیش. رشد طولی دوره میتونی بچسبونیش با اوکسین برای داستان ساقه. یعنی کلا آچار فرانسه‌ای برای خودش، برای همین خوبه تو تستا. علی حال جیبلین و رویش بذر غلات، رویان غلات تکلپه دیگه میذاره روزمون دیگه. رویان غلات در هنگام رویش دانه مقدار فراوان جیبلین میسازه. چی میسازه؟ رویانه میسازه. ما دیگه تست داشتیم جلسات قبلی، انداخته بود گفته بودن پوسته میسازه فلان، نه رویانه میسازه. این هورمون بر خارجی ترین لایه اندوسپرم، لایه است گلوتن دار، اینا دیگه بچه دیگه میدونید اثر میکنه. چی؟ خب اثر چه اتفاقی میفته؟ بابا سبب تولید و رها شدن آنزیم گوارشی در دانه میشه. یا آنزیم دیواره یاخته یا ذخایر اندوسپرم تجزیه میکنه، اندوسپرم مونده هنوز. آره دیگه تک لپه است دیگه، بابا با هم صحبت کردیم جذبه می اون داستان گفتیم جذب لپه ها میشدن، دانش دانه بالغ اندوسپرم وجود نداشت. اندوسپرمی که میدانی بافتیست 3N اینا خیلی مهم، اما لپه 2N اینا دیگه خودت میدونی ترکیب میتونیم بکنی. این آنزیم ها دیواره یاخته ها و ذخایر اندوسپرم رو تجزیه میکنن. کار این آنزیم های پروتئینی چیه؟ دیواره یاخته ها و ذخایر اندوسپرم رو تجزیه میکنن. نشاسته که مثلا یکی از این ذخایر خب بر اساس آنزیم آمیلاز تجزیه میشه. همه این کارا میکنه که در نهایت اون گلوکوز برسه که اون بندقون رویان استفاده کنه و ناکن خرجش بکنه برای رشد خودش. علی حال بازدارنده رو صحبت کنیم. آبسیسیک اسید و اتیلن دو تا هستن، یه دونه هم گفتار بعد میخوری سالیسیلیک اسید. آقا سالیسیلیک اسید اینش خیلی مهم بود دیگه، چیکار میکرد؟ الغا میکرد این مرگو. ببین مرگ رو تاخیر میندازه فلان، دیدی تو تست میخواست بندازه، حواست باشه. اما این دوتا که هم این دوتا هم خیلی مهمن، دو تا هستن که مطابق فلان در شرایط سخت رسیدگی میوارزشی و اینا نشدن، اما کلیت حالا هر کدوم جزئی بخونی. آبسیسیک اسید مقابله با شرایط نامساعد، فرض کنید محیط بیام پای، فرض کنید محیط رطوبت کافی برای تامین آب مورد نیاز برای رشد دانه رو نداشته باشه، اگر دانه در این شرایط رویش یابد چه بر سرش بیاد؟ اگه گیاه در شرایط خشکی قرار، ببین خشک و فلان اینا آبسیسیک اسید ببین چون می‌خوای ببندی روزنه دیگه، ولی غرقابی اتیلن ببین کد ایناست. ببین خود اومده گفته همه آنزیم این تنظیم کنند بازدارنده روش تو شرایط خشک و فلان اینا افزایش پیدا می‌کنه، و گفتم اتیلن تو غرقابیه. حالا تو شرایط خشکی باشه، اگه یا در شرایط خشکی قرار بگیره و روزنا همچنان باز بمانه، خواهی تبخی این داستانه بره بیرون دیگه. تعرقی که داشتیم روزه میخوندیم در چه مکش تعرقی افزش پیدا میکنه و آبش از دست میداد، گیاه آبش از دست میده. خب بعد دیگه چیکار کنیم؟ شرایط نامساعد محیط بارنده خشکی تولید آبسیسیک اسید رو در گیاه تحریم میکنه، در چه افزایش پیدا میکنه. آبسیسیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها، همه روزنه ها، نه روزن آبی که کاری بهش نداره، اون همیشه بازه، روزن هوایی. و درنچه بسته میشه، درنچه چه اتفاقی میفته؟ حفظ آبگی ها و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها میشه. جوانه ها ببین بهتون گفتم دیگه بچه، زمانی که میگه آ کیه که مانع رشد جوانه جانبی میشه، تو میگی جوانه جانبی سه تا کاندید دارم، اتیلن، حالا اتیلن جلوتر روزش براتون میخوام، اتیلن، اکسین، خود این آبسیسیک اسید هم هست. اما بچه این کد برای اینه، مانع رشد جوانه ها، یعنی کل جفتشو میگه، هم انتهای هم جانب، این دیگه برای آبسیسیک اسید پس یادتون باشه. و مانع رویش دانه بخفت بخود برخلاف جیبلینه. به طور کلی این تنظیم کننده رشد گیاهان رو در پاسخ به شرط نامساعد کاهش میده که بتونم یه دونه گزینه داشتین دیگه. جفت اینا بچه کلا تو شرط داستاندار خودمونی به نامساعد تنش اینجوری هم آبسیسیک اسید هم اتیلن افزایش پیدا میکنه. اول ریستر گفت خشکی این، اونم غرقابی ها، اونم مثلا توش نه که فقط صرفا هم تو غرقابی ها، ولی این داستان رو خیلی با هم مقایسه میکنه. غرقابی برای اتیلن است یادش بمونه، این برای این خشک و داستان است. ولی اگه گفت نامساعد داستاندار پرتنش فلا اینا، کلا این بنده خدا این یا حالت خودمونی بهت بگم، اتیلن و آبسیسیک اسید انگار که من خود گیام خوش دفاع کنه تو شرایط داغ. اتیلن رسیدن میوه ها اصلا کد فراوونش دیدی؟ شاید شما هم شنیده باشید که برای رسیدن میوه نارس میتوانید در پاکت میوه یک سیب بدید میوه یا موز رسیده قرار بدید. از میوه رسیده چه چیزی مگه خارج میشه که باعث رسیدگی میوه نارس میشه؟ دانشمندان در پژوهش های خود دریافتن که از میوه های رسیده اتیلن آزاد میشه. ببین یکی از منابع تولیدش میبینید و مقدار اتیلن با رسیدن میوه افزایش پیدا میکنه. اتیلن گازی است که از سوخت های فسیلی نیز رها میشود. این هم بهتون گفتم تنظیم کنند مثلا داره دیگه بازدارنده رشدی که بلند سوخت های فسیلی نیز این کد اتیلن است. سال ها قبل از اینکه دانشمندان بدانند گیاهان اتیلن تولید میکنه معلوم شده بود که اتیلن حاصل از سوخت های فسیلی واسه ریزش برگ، دوباره ریزش برگ کدیه که می ازش استفاده میکنه. اتیلن در ریزش میوه نیز نقش داره. بافتای آسیب دیده اینها استفاده کرده بود تست بهتون گفتم. بافتای آسیب دیده گیاه نیز اتیلن تولید میکنه برای تحریمی میشون گفتم.
گاهی میوه‌های نارس میچینن و زمانی که میخوان آنها رو در بازار پخش کنن میوه‌ای مشخصی در محیط اتیلندار قرار میدن که چی بشه که برس. که اینم کدهایی که خیلی راحت هم تو ذهنتون میمونه دیگه. پس کداشو شناختین دیگه. رسی تسریع تسهیل نم برداشت مکانیکی برداشت چون تو ریزشی میوه هم نقش داره. رسیدن میوه. یعنی همه این از سوختای فسیلی رها میشود. تو محیط غرقابی خیلی هم استفاده میشد تسهیل. رد پای اتیلن در چیرگی رسی. چیرگی رسی بروز خودی. دیدید که اکسین عامل چیرگی رسی است و مانع رشد جوانه جانبی در حضور جوانه رسی یا انتهای میشه. اکسین جوانه رسی تولید اتیلن در جوانه جانبی رو تحریک میکنه. یکی از منابع تولید خود اتیلنه پس جوانه جانبی است. سیتوکینین هم جوانه جانبی میسه اما اکسینه رو نمیسه. اکسین پا میشد میومد از انتهای به اینجا. یعنی چیکار میکنه؟ اکسین جوانه رسی پا میشه میاد تو جوانه جانبی. میاد به جوانه جانبی میگه اتیلن تولید کن. در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه جانبی رشد آنها متوقف شد، بازدارنده است. بهتون گفتم تو گیلگا. انگار که یعنی از خودش به خودش خنجر میزنه جوانه جانبی. این میاد میگه اتیلن تولید کن، اتیلن تولید کن، بخواد اتیلن تولید میکنه، بازدارندگی میکنه. اون بنده خدا سیتوکین اونجا دایورت میشه. بابا ما خواستم رشد پرچاخ و برگ بشیم فلان، میبینی اکسینه داره مامانه این آتش بیاره مرکز. ریزش برگ. برگ هنگامی میریزد که ارتباط آن با شاخه قطع شده باشد. با توجه به شناختی که از ساختار یاخته و بافت گیاهی دارید، آیا می توانید تغییراتی که در ساختار برگ رخ می‌دهد پیش بینی کنید؟ اگر بنا باشد که ارتباط برگ با شاخه قطع شود، باید یاخته از هم جدا بشن. قبول دارید دیگه جدا بشه تپی بیفته. مشاهدات میکروسکوپی نشان می‌دهد که در اینا دیگه این واژه‌ها مهمه. گوش کن. در قاعده دنبرگ در محل اتصالش به شاخه دنبرگ دومه بعد در محل اتصالش به شاخه لایه جدا کننده ای تشکیل میشه. یاخته ها تو این منطقه به خاطر چی؟ به علت فعالیت آنزیم های تجزیه کننده از هم جدا میشن که این تجزیه کننده دیوار است دیوار تجزیه میکنه و به تدریج از بین میره. در نتیجه برگ از شاخه جدا میشه. خب آقا این دیوارا رو میذارن خب میفته. ولی خب تو زدی تخریب کردی دیوارا رو. الان راه نفوذ آشغال بیاد بره تو. چیکار کنه این ممانعت بکنه؟ خب برای اینم فکرش کرده چیکار؟ با چوب پنبه‌ای شدن یاخته‌ای که از شاخه در محل اتصال به دنبرگ قرار دارن این میشه لایه محافظی در برابر محیط که تپی نه. پس این لایه این چوب پنبه‌ای شدن هم تو ذهنت بمونه. مشخص شده است که برگ این این خط خیلی تستی و خوبه. مشخص شده است که برگ در پاسخ به چی افزایش نسبت اتیلن به اکسین آنزیم های تجزیه کننده دیوار را تولید میکنه. کی تولید میکنه؟ برگ. نکته اول. کی تولید میکنه؟ در پاسخ به این افزایش نسبت اتیلن به اکسین. اتیلنه به چربه به اکسین. پس دیدی تو تست اومده گفته بود که آقا اکسین میتونه در تولید این آنزیم های تجزیه کننده دیوار برای داستان ریزش برگ نقش داشته باشه؟ گفتیم بله. بله که میتونه نقش داشته باشه. بله که اتیلن هم میتونه نقش داشته باشه. چون میزان اکسین مهمه. مهمه که کمتر از اتیلن باشه. میزان اتیلن مهمه که بیشتر از اکسین باشه. میبینی این داستان باید پیش بیاد که برای من کی ساقه؟ نه برگ. نه اندازه بده همین جمله رو برمیداری ریشه میذاره اونجا موضوع باشه ساقه میذاره اونجا. برگ تولید میکنه. کی تولید میکنه؟ در پاسخ به این داستان. پس یعنی برای اکسینه حتی تو اون وظایفی که تو ذهن خودت داری ریزش برگ هم داشته باشه. اما ریزشی برگ نیاد. ببین داستان اصل ریزش برگ اتیلن است. نیا بچسبونش به این. ولی بگو میتونه نقش داشته باشه. چه میزانش دخیل است، مؤثر است. چه جوری؟ به خاطر تولید این آنزیم های تجزیه کننده. چون میزانش مهم است که کمتر باشد نسبت به اتیلن. پس اینو یادتون باشه. در تولید اینها هم نقش داره با میزانش که این پایین تر باشه و اتیلن بالاتر. و این شکلش هم که اینجا میبینین و دیگه تموم شد دیگه به همین راحتی به همین خوشمزدگی. خیلی مخلصیم. گفتار بعد ان شاء الله براتون کارگاهشو بریم و جنبندی هم بکنم و دیگه کارگاه ان شاء الله 11 هم تمومه. کارگاه 11 هم با اون تو تموم شد میریم سراغ 12 هم استارت میزنیم. 12 هم با تمام نکاتش بغل میکنیم ان شاء الله با امید خدا. یه نکته هم بگم چون حالا تایم هم داریم اینو بگم. جلسه بعد انشالله جلسه آخر کارگاه و تورقمونه. فقط اینو بچه یادتون باشه حتما و حتما کنکوری هستی از مهر. هر چقدر تو این تابستون خون دمت هم گم از مهر دیگه واقعا بچه ها محکم و با تمام وجود با توکل خدا و با آرامش اون که آرامش رو اینو داری ولی واقعا با دیگه با تمام وجود که انشالله این 6 ماه قبله که خیلی مهمه قشنگ حسابی داشته باشی بعد ایدم که بری برای دوستانه جنبندی تو
انشالله کارهایی که حالا اون موقع میکنی و یه سری فصول رو میخوای برای خودت برسونی و جمع‌بندی بکنی. این 6 ماه خیلی مهمه. در پناه خدا باشیم. یادت.